قصه درد داستان واقعی زندگی نویسنده فریبا چرخی. شنونده های عزیز کانال فریبا چرخی میدیا، در این برنامه داستان قصه درد را برایتان میخوانم. قبل از اینکه به اصل داستان بپردازم، فراموش نکنید که کانال فریبا چرخی میدیا را سابسکرایب کنید و هم علامه زنگک را نیز فشار بدهید. اگر خواستید داستان را جهت خوانش با من شریک کنید، از طریق فیسبوک و اینستاگرام فریبا چرخی میدیا و یا ایمیل آدرس fcmedia@gmail.com با من به تماس شوید. آغاز داستان قصه درد. خانواده 5 نفری در یک قریه کوچک یکی از ولسوالی های کابل زندگی ساده و متوسط داشتند. پدر خانواده کارمند دولت و مادر خانواده زن مهربان و دلسوز مصروف امور منزل بود. این زوج 2 پسر و 1 دختر داشتند. بزرگترین فرزندشان 16 ساله و پسر خیلی خوش اخلاق، درس خوان، اول نمره صنف و عضو تیم فوتبال مکتب خود بود. پسر دومی کم شوخ، بازیگوش، سرکش بود. در کنار آنکه توجه به درس هم نداشت، تقریبا هر روز در مکتب و یا با همسایه ها یک جار و جنجالی را برای می انداخت. دختر خانواده که 12 سال داشت، دختر آرام و سنگینی بود. ضمن آنکه در کارهای خانه با مادرش کمک می کرد، درسهای مکتب خود را هم خوب می خواند و لایق بود. خلاصه اینکه زندگی ساده و معمولی را سپری می کردند. قصه آمد آمد فصل زمستان سرد در جریان بود. در بین این قریه کوچک سر و صداهای در مورد رفتن جوانان به اروپا اوج گرفت. هر روز تعداد از جوانان قریه نامبرده روانه اروپا می شدند. همان بود که کم کم این رفتنها تبدیل به یک رقابت در منطقه شد و هر فامیل در صدد آن بودند تا پسرشان را به جانب اروپا بفرستند. مانند پسر کاکا، عمه، ماما، خاله، همسایه و خیش و تبارشان. خانواده مسعود به فکر فرستادن پسر 16 سالهشان به اروپا شدند. مسعود هم با شوق اینکه به اروپا رفته و بهتر درس بخواند، از خوشی خوابش نمی برد. خلاصه پدر مسعود با برابر کردن مقدار پول، مسعود را با پسر خاله و مامای کوچکش که همه تقریبا همسن و سال بودند راهی اروپا کرد. او با تعداد زیادی از جوانان افغان با طی نمودن راه‌های سخت و نفسگیر مثل دشت و آب و جنگل بعد از 2 ماه به سرمنزل مقصود رسیدند. و مانند هزاران هموطن دیگر ما، مسعود هم زندگی را در یک کمپ با ده‌ها پسر جوان که همه کمتر از 18 سال عمر داشتند، در انتظار سرنوشت پناهندگی به سر می بردند. همان بود که مسعود هم در جمع باقی پسران به فراگیری درس، سرگرمی و ورزش آغاز کرد. در این جریان مسعود از جمله بچه های سربرا، درس خوان و زحمتکش هر روز با هزاران امید به آینده با پدر، مادر، خواهر و برادرش در تماس می شد و از شرایط خوب درس، زندگی و کمپ، پیدا کردن دوست های خوب، سرگرمی ها و ورزش قصه می کرد و حتی از کارهای روزانه اش عکس گرفته و به خانواده خود میفرستاد. ضمناً از پول جیب خرچ روزانه اش برای مادرش تحفه گرامی داشته روز مادر میفرستاد. خانواده هم روز به روز امیدشان برای آینده خوب مسعود بیشتر میشد. و در زمینه خیال پردازی های خیلی ها ارزشمند و بلنده داشتند. بعد از مدت‌ها مسعود طی نامه از اداره مهاجرت برای یک مصاحبه دعوت شد و این پیام خوش را به خانواده اش نیز شریک کرد و گفت که به زودترین فرصت ممکن
این مصاحبه سرنوشتش را در کشوری که پناهنده شده است رقم خواهد زد که می تواند آینده خوب و درخشانی را برای خودش فراهم سازد. بعد از سپری شدن مصاحبه و یا به اصطلاح انترویو، جواب اداره مهاجرت در قسمت پذیرش مسعود منفی بود، یعنی برایش قبولی ندادند. مسعود با دریافت این جواب ضربه شدید روحی را متحمل می شود. احساس ناراحتی نموده و خانواده‌اش نیز مایوس می شوند. نظر به قوانین اداره مهاجرت چون این فیصله می شود که مسعود که اکنون بالای 18 سال شده و هم جواب منفی دریافت کرده باید به کمپ بزرگسالان منتقل شود که چنین شد. بعد از رفتن مسعود به کمپ جدید روحیه اش بدتر از پیش بد می شود و کم کم گوشه‌گیری اختیار می کند. تماسش هم با دوستها و هم با خانواده اش کمتر و کمتر می شود. آن پسری که نهایت شوق و ذوق خودش را به آینده اش مربوط و منوط می دانست در کوتاه‌ترین زمان خودش را تنها احساس کرده و یأس و ناامیدی مانند تار عنکبوت اطرافش را احاطه می‌کند و همانجاست که امید به زندگی را از دست می‌دهد. خانواده‌اش نیز پریشان این وضعیت شده و تغییر منفی مسعود را احساس می‌کنند و هر روز ناراحتیشان نسبت به پسرشان بیشتر می‌شود. همانجاست که مسعود شاید در کمتر از یک ماه کمپ را ترک کرده و تماس او با خانواده اش قطع می شود و آخرین تماس خانواده با یکی از دوستانش که بعد از تلاش زیاد صورت می گیرد، ولی وضعیت عمومی مسعود خیلی ها نگران کننده می باشد، زیرا در جریان صحبت او حتی اسم خواهر و برادرش را هم فراموش کرده بود. این حالت برای پدر و مادرش غیر قابل تحمل بود و احساس ناراحتی شدید می کردند. بدتر این که بعد از این تماس او ناپدید می شود. به این معنا که هیچ گونه تماس با خانواده و دوستانش نمی داشته باشد. روزها، هفته ها و ماها می گذرد که مسعود لادرک بود و مادرش از شدت ناراحتی مریض است و در بستر افتاده و هر زمانی که زنگ دروازه به صدا در می آید و گمان این که مسعود آمده به طرف دروازه می دود. همه اعضای خانواده در وضعیت بد روحی قرار می گیرند. از راه دور هر قدر برای پیدا کردن مسعود می کشند بی نتیجه می ماند. نه دوستی، نه رفیقی و نه هیچ کسی از مسعود اطلاعی ندارد. این وضعیت خیلی ها گیج کننده بوده و یک سردرگمی عجیبی است. بالاخره بعد از تلاش های مکرر و متواتر خانواده با بعضی از افغان های فعال مقیم در کشور که زندگی مسعود در آنجا در لادرکی است، نهادهای فعال مدنی، سفارتخانه مربوط و نهادهای حامی مهاجرین از طریق شبکه‌های مجازی و اجتماعی سر نخ از مسعود دریافت می‌شود. اما ای کاش خبر خوبی می بود. چندین ماه است که مسعود در یکی از درمانگاه‌های معتادین به سر می‌برد و حتی اسم خودش را نمی‌داند. حالت جسمی و روانی خیلی بد دارد. این تنها یکی از هزاران درد دیده است که به خاطر 4 دهه جنگ تحمیلی و بدبختی در کشور بیشتر جوانان ما به خاطر دریافت خوشبختی و داشتن یک آینده انسانی و حیاتی راهی سرنوشت های شوم و نامعلوم و ناکام می شوند. بدبختانه تعداد کثیری را به راه های نامطلوب و درد سرساز می کشانند که عاقبت آن رنج برای همه ماست. پایان داستان. برای تماشای برنامه های زیبا و متنوع چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و همچنان برای تماشای برنامه های جدید علامه زنگک را نیز فشار دهید.